برای اینکه اینجا شماها رو ببینم، همینطور عزیزانی که با ما همراه هستن. امیدوارم صحیح و سلامت باشین. امروز قبل از جلسه خیلی هدایت قلبی قوی داشتم که به جای اینکه بعد از کلام خدا دعا کنیم، تو قلبم بود افراد رو جلو دعوت کنیم، دعا کنیم، فقط امروز خیلی قوی تو قلبم اومد که خدا میخواد قبل از اینکه ما پیام خدا رو بشنویم، نزد خداوند شکرگزاری هامون رو، نه دعا، شکرگزاری کنیم. چون که میبینیم که در این آیین شکرگزاری در خیلی کشورها الان زمانش داره برگزار میشه، در کانادا، آلمان و خیلی کشورها. اگه کسایی که عیسی مسیح رو ندارن، اینقدر زیبا قربانی های شکرگزاری خودشون نزد خدا میبرن، چقدر بیشتر از اون کلیسای مسیح خداوند نیست؟ ثمره لبهای خودشو که شکرگزاریه، در نام عیسی مسیح به حضور خدا بالا ببره. در لاویان اگه اشتباه نکنم باب 7 آیه 26 و 27 تصویر خیلی زیبایی از شکرگزاری به ما میده. تنها هدیه‌ایه، تنها قربانیه که کاهن به نیابت قوم نمیتونه نزد خدا بده، بلکه خود قوم باید این قربانی شکرگزاری رو نزد خدا برداره. و اینطوره که افراد میان جلوی معبد خداوند، قربانی های خودشون رو تو دست خودشون میگیرن، تکون میدن نزد خداوند، اسمش قربانی سلامتی، صلح، شکرگزاری، شکر، شکر، شکر. و میگه این قربانی آتشین و خوشبو نزد خداونده. میخوام کلیسای خداوند بیسته. از هیچ چیزی مثل شکرگزاری، به خصوص خیلی تو قلبمه برای کلیسای خداوند، بدن مسیح که بعضی شاید روحشون شکسته است، بیماری هایی دارن، ضعفی در بدن دارن، ضعفی در روح دارن، به خصوص در این روزها که حقیقتا یک فضای خفقان آور که در ایران، افغانستان چطور داره رسوخ میکنه به کلیسا، و چقدر ما در جانهامون عیسی مسیح میگه ضعیف میشیم در زمانهای آخر، ضعف میکنیم، و این قربانی های شکرگزاری چطور میتونه قوت، سلامتی به کلیسا بده. آمین. من امروز فکر میکردم وقتی که آفتاب میاد و بر آبها میتابه و این آفتاب حالت بخار میشه، بخور میشه، به آسمون میره، ابر تولید میکنه، همچون که این بخارها میره، این بخورها میره، این ابرها انقدر انباشته پر میشن که دیگه نمیتونن این بخارها رو نگه دارن، چی میشه؟ میترکه و به صورت بارون روی زمین میاد. عزیزان، خداوند میخواد باران الهی رو به وسیله شکرگزاری های ما که مثل بخور به نزد خدا میره، باران الهی رو در کشور افغانستان، ایران، در کلیساها، باران شفا، باران امید، باران آزادی رو به بارش حکم کنه. به وسیله کی؟ قربانی های شکرگزاری ما در هر وضعیتی. و عیسی مسیح خداوند بزرگترین قربانی های شکرگزاری رو نزد خدا بالا برد. از فراوانی او همگی بهره یافتیم، باران الهی یافتیم، فیض و عوض فیض، شفا و عوض شفا، و امروز هم خدا قادره. آمین. میخوام دستای بی قیزمون رو نزد خداوند بلند کنیم و قربانی های شکرگزاری رو بدیم. ای خداوند، میخوام شکرت بکنیم با تمام قلب و جانمون، میخوام تو رو بستاییم. قربانی های شکرگزاریمون رو نزد تو بلند میکنیم در نام قدوس عیسی مسیح خداوند، که باشه که این قربانی های شکرگزاری همین الان اعضای بدن مبارک تو، حتی از جای دور که به ما وصل هستن، در نام عیسی مسیح هر ضعف، هر بیماری، هر استخوان درد، هر افسردگی، هر سردرد، هر فشار روحی، هر بیخوابی به قدرت خون عیسی مسیح منهدم شه. با شکرگزاری شفا رو برای بدن مسیح میپذیریم. همجور برای ایران عزیزمون، افغانستان عزیزمون، میخوایم شکرگزاری کنیم ای خداوند که تو در اتاق فرمان هستی، کنترله،
جهان آفرینش در دست توست خداوند. تو حکران هستی و بره تخت نشین تو. اینو بارها کتاب مقدس گفته، نه نیروهای ظلمت که کشور افغانستان رو، کشور ایران رو جولانگاه تخت تاز خودشون قرار دادن. کلام خدا میگه نابود خواهند شد، شریران به زیر خواهند افتاد و پیروزی از آن مسیح و قوم خداوند و آنانی که منتظر خداوند هستن و اعتماد دارن به خداوند، این پیروزی و آزادی به زودی مهیا خواهد شد. آمین و آمین در نام عیسی مسیح. شکر، هللویا. با اینکه شکرگزاری کردیم عزیزان، امیدوارم قلباتون مملو از امید و ایمان شده باشه نسبت به این خدایی که به وسیله ما باران سازان. وقتی شکرگزاری میکنیم مثل ایلیا از آسمان باران میاد. آمین. ایمان داریم که اینطور خواهد شد، ولی با وجود این تسلیت قلبی خودمونو به هموطنان عزیزمون که روزهای خیلی سختی رو گذروندن و همینطور کشور همسایه عزیزمون افغانستان که به نحوی عزیزان قربانی جنایات ضد بشری 40 خورده سال این دو کشور شدن، به خصوص این جمعه که همه متوجه شدیم که گروه های قومی هزاره ها چطور مورد یورش طالبان قرار گرفتن، 163 کشته و زخمی به جا گذاشت. واقعا این همه درد و ترس، این همه رنجی که داره به خصوص به این دوتا کشور میاد، ما نمیدونیم چی بگیم. کدوم تسلیتی میتونه مرهم روی زخمای این عزیزان بگذاره؟ میدونم، ایمان دارم که حتی اگه آزادی هم بیاد که خواهد آمد، منتظران خداوند هرگز خجل نخواهند شد، اما این درد، این رنج، این صحنه ها و روح و جان بنی بشر که این چیزها رو میبینه، مخصوصا آنهایی که اونجا باش دست به گریبانن، ما خیلی راحت میتونیم تسلی بگیم یا چیزایی بگیم، ولی بر جان آنها بر جا ماندنیست و خیلی موقعا به نسلهای بعدی منتقل میشه. فقط خوشحالم واقعا در این روزها که بیشتر از هر موقعی ما در این همدردی و شریک شدن با دردها و رنجهای این دو کشور عزیز، این شعر فکر کنم سعدی گفته نیست، میگه بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش یک گوهرن. وقتی که یک نوع عدالتی در یک مکان میشه عزیزان، فارق از هر دین و قوم و مذهبی، این نوع عدالتی بر کل جماعت دنیاست. وقتی حقوق یک نفر در یک کجای دنیا نقض میشه، یعنی حقوق نقض تمامی جماعت دنیا. هفته گذشته در کلیساها، نه فقط کلیسای ما، کلیساها شفاعتها و ناله‌ها در مبارزه با ظلم و ستم بلند شد و همینطور همبستگی خودمونو با این دعاها و شفاعتها اعلام کردیم. ولی دقیقا همون روز که رفتم خونه، دیدم چطور دانشگاه شریف صنعتی، دانشگاه صنعتی شریف مورد تهاجم و یورش نیروهای امنیتی قرار گرفته، ده ها کشته به جا گذاشته و 30-40 دانشجوها مفقود الاثر شدن. و همینطور جمعه بود که متوجه شدم چطور به مرکز آموزشی کابل حمله شده و این گروه های قومی هزاره که سال هاست، بیشتر از 40 مورد حمله قرار می گیرن، مورد اجحاف قرار میگن، کافر خونده میشن از طریق طالبان و مسلمانان، چطور کشته و زخمی شدن. راستش تو اون لحظه شنیدن این اخبار و دیدن این ویدیوها، با اینکه بارها تصمیم گرفته بودم این ویدیوها رو نبینم،
ولی وقتی که دیدم احساس کردم چقدر از درون داره ایمان من نسبت به حاکمیت خدا، عدالت خدا، رحمت خدا داره فرو میرسه. حقیقتا فقط چند تا کلمه بود که میگفتم، گفتم چرا؟ چرا ای خداوند؟ چرا؟ یاد آصاف افتاده بودم، چرا به ظلم نگاه میکنی؟ فقط این خیالت نیست؟ چرا شریران و ظالمان ظلم و ستم رو مثل یک ردا پوشیدن و تو نگاه میکنی و این خیالت نیست؟ چرا ظلم و ستم رو اینقدر واضح از پاره های تن ما به ما نشون میدی فقط این خیالت نیست؟ راستش گاهی شک ها اینقدر ویرانگره برای ایمان ما که اگه بهش نرسیم، اگه بهش توجه نکنیم، خیلی وضعمون خراب میشه نظر ایمانی. من که بارها به این مرز رسیدم و افراد مختلف واکنش های مختلف نشون میدن نسبت به این شک های ویرانگر. بعضی ها هستن که این چیزها رو میبینن، فقط بی اعتنا تو خودشون دفن میکنن و همینجور به راه خودشون ادامه میدن، با دل سردی، با دل مردگی تو کلیساها. بعضی ها هستن که این شک های ویرانگر در اینجور مواقع سختی اونا رو یه جور دل سخت و بی اعتماد میکنه نسبت به خدا. و برخی افراد هستن که مثل زنی کنعانی انقدر سوال میکنن، انقدر پاپیچ خدا میشن تا یه جوابی بگیرن. و برخی از افراد که من جز این دسته هستم، برای تسلی و آروم کردن خودشون در کلام خدا جستجو میکنن که یک نفر رو پیدا کنن که با درد مشترک داشته باشه، که بتونن با اون یکمی راه برن، یکمی تسلی بیابن. و دوشنبه صبح بود که برای چندمین بار کتاب حبقوق، این کتاب کوچیک، میتونم بگم به داد من رسید. چون که عزیزان، نه به داد من، به داد خیلی از افراد در طی عصر، در طی تاریخ رسیده. چون که حبقوق مثل من و تو پریشان حال بود، چون که حبقوق پر از اعتراض و حس عدالت خواهی و وطن پرستی بود، چون که حبقوق پر از سوالات بی جواب بود، مثل این سرودی که خوندیم. انگار سوالش هیچ جوابی نداشت، چون در دنیای زندگی میکرد که رو به انقراض و نابودی بود و میدید، با چشمای خودش میدید که چطور دارن افراد پرپر میشن و این همه چیزهایی که میدید قلب او رو مجروح و شکسته کرده بود. اگه بخوایم یه کمی بیشتر این پیامو متوجه بشیم، باید یه مقدار این حبقوق نبی رو باش بیوگرافی زندگیش بیشتر آشنا بشیم. آماده هستین یکم آشنا بشیم با این عزیز همدرد ما، همدل ما؟ اسم حبقوق اصلا معنی اسمش یعنی خدا رو بغل میکنم. توی جای دیگه نوشته بود در آغوش کشیده شده. شغلش نگهبان معبد سلیمان بود. 700 سال پیش از میلاد مسیح زندگی میکرد. وقتی که کوروش کبیر به بابل حمله کرد، 40 سال یهودی ها زیر تبعید و اسارت بابل بودند و کوروش فرمان آزادی تمام یهودیان رو از تبعید و از زندان ها صادر کرد و این اشخاص رو تشویق کرد که به بیت المقدس، سرزمین خودشون اورشلیم، مراجعت کنند. ولی خیلی از یهودی ها بودن که تصمیم گرفتن به ایران مهاجرت کنن و حبقوق ما در این دسته افراد بود که به ایران اومد. و نه فقط حبقوق، نوشته شده بود که در 15 تا استان، عزیزان، خیلی از یهودی ها، به خصوص یهودیانی که نبی بودن، اسمون رسمی داشتن، مثلا در اندیمش، در اهواز، در شیراز، در اصفهان، اونا ساکن شدن و بعدم اونجا فوت کردن. حبقوق هم در بین این مهاجران به ایران، در کجا؟ در اون موقع
شهر همدان اسمش حکمتانه بود. اونجا ساکن شد و تمام عمرش اونجا زندگی کرد، فوت کرد و مقبره اون هنوز هم هستش در شهر همدان و معماری خیلی زیبایی داره که به سبک سلجوقیان ساخته شده. کتیبه خیلی زیبایی روی مقبره اون زده شده که بهترین و زیباترین سروده های عهد عتیق بر او حک شده. هنوزم گردشگران خیلی زیادی مجذوب این مقبره هستن و این کتیبه هم به خط فارسی و عبری که آخر سرودش رو میخونیم، یه سرود بی همتاست، روی مقبره حبقوق حک شده. یکی از خصوصیت کتابش رو بخوام بهتون بگم که یکم با این متن این کتاب آشناشین و احتمالاً تشویقشین که این کتاب سبابی کوچیک رو بخونین. یکی از خصوصیت این کتاب، همه کتاب ها، اکثر کتاب ها انگار خدا داره با انسان صحبت میکنه از طریق یه نبی، ولی اینجا میبینیم که انسان داره با خدا صحبت میکنه، انسانی که شکسته و تهی از امیده و پر از سواله، داره سوالات خودشو به نزد خدا بالا میبره. امروز ما خیلی نیاز داریم، نیست؟ خیلی سوالای بی جواب داریم مثل حبقوق. در باب یک که حبقوق مثل ما در برابر اوضاع رنجاور ملتش قرار گرفته بود و نه فقط اوضاع رو میدید بلکه خاموشی خدا، عزیزان خیلی اونو درد می آورد که داره میبینه و دعا خیلی میکنه مثل ما و سالها داره شفاعت میکنه ولی هیچ چیزی دیده نشده. برای همین پر از خشمه، پر از سوالات بی جوابه و اولین کاری که میکنه در باب یک فریاد میزنه. این دعا خیلی معروفه، دعای تابکه های حبقوق. باب یک میگه ای خداوند تابکه، تابکه فریاد برآورم و نمیشنوی، تابکه نزد تو از ظلم فریاد برمیآورم و نجات نمیدهی. از آن چند دهه است که داریم ناله میکنیم و باب یک با تمام گفت و شنود هایی که بین حبقوق و خدا انجام میشه انگار که حبقوق مجاب نشده، انگار که سوالای حبقوق بی نتیجه مونده، انگار که میخواد یه کاری فراتر بکنه، یه جوری خدا رو تحت تاثیر قرار بده، یه جوری تو فکر انسانی من عزیزان یقه خدا رو بگیره. برای همین یه کار جالبی میکنه تو باب دو آیه یک میگه بر دیدبانگاه خود می ایستم و بر برج بلند برپا می شوم و مراقب خواهم بود تا ببینم که او به من چه خواهد گفت و درباره شکایت هم چه جواب خواهد داد. از اون برج دیدبانی همیشه حالتی از انتظاری صبورانه است، یه انتظاری که توأم با یه سکوت فوق‌العاده طاقت فرساست. در اون زمانها برج‌های دیدبانی بود که افراد دیدبان روی اون قرار می‌گرفتن و باید ساعت‌ها عزیزان در سکوت فقط متمرکز می‌شدن ببینن آیا قاصدی اونجا میاد که خبردار بشن، دشمنی نکنه حمله کنن. برای همین انگار که حبقوق فراتر از این تمام این مشکلات، تمام این چیزایی که داشتون زمین اونو میپیچون، میره بالا و میخواد در خاموشی و در سکوت قرار بگیره و بگه خداوند من انقدر اینجا میستم. زن کنعانی یادتونه، حرکت ایمان تا خدا جواب منو بده. و در باب دو آیه دو پس خداوند جواب مرا داد و گفت رویا را بنویس
و آن را بر لوح ها چنان نقش نما که دونده آن را بتواند ببیند. یعنی این رویا رو چنان برجسته و درشت بنویس. یه دونده باید متمرکز کجا باشه؟ هدف باشه، جهت باشه. یه لحظه روش این ور اون ور کنه باخته. ولی خداوند میگه چنان اون رو بنویس که حتی اگه اون دونده داره جهت رو نگاه میکنه، این وعده، این رویا کاملا مشخص باشه. زیرا چرا میگه اینطور بنویس؟ زیرا رویا برای وقت معین است و به مقصد میشتابد و دروغ نمیگوید. عزیزان، رویای خداوند، وعده خداوند مثل ما انسان ها نیست. عزیزان، خدا دروغ نمیگه، خدا پاهاش به عقب بر نمیگرده، خدا پشیمون نمیشه از قول و وعده و عهدی که داده. میگه خدا دروغ نمیگه، اگرچه تأخیر کند برایش منتظر باش، زیرا که البته خواهد آمد و درنگ نخواهد کرد. امروز خدا اول با تو به طور شخصی صحبت میکنه عزیزان، چون من احساس میکنم یه موقع اینقدر ما دوچار دردها و رنجهای جمعی میشیم که اون دردهای شخصی خودمونو یه موقع حتی داریم، اون دردها رو بیشتر از دردهای جمعی حس میکنیم، ولی انگار سرکوبش میکنیم، میگیم الان اوکی، الان متمرکز جمع باشیم، خیلی خوبه. ولی میخوام یه پیام بهتون بدم که خدا به اون نیاز تو در اون لحظه هر جا که هستی به طور یک شخص، به طور یک فرد توجه داره. اگه بیماری، اگه دل سرد شدی، اگه دل مرده هستی، اگه رویا و وعدت رو از دست دادی، اگه نه فقط از دست دادی، به خاک سپردی و فاتحهش رو خوندی، خداوند میگه رویا به مقصد میشتابه اگر چه درنگ کن، دروغ نمیگه، اگر چه تأخیر کنه براش منتظر باش که البته خواهد آمد. و امروز عزیزان برای سرزمین افغانستان، کشور همسایه ما که بیشتر از هر کسی سالهاست دردهای همدیگر رو میفهمیم، الان میبینیم چقدر گروههایی در اعتصاب و اعتراض تو افغانستان بودن برای ایران، به خاطر اینکه ما به هم پیوسته هستیم تمام انسانها. امروز ایران و افغانستان چه رویایی دارین عزیزان؟ چه رویایی دارین؟ اصلا خارج از روحانیت. چقدر تو دنیای مجازی عاشق این شعر هستم، میگه من رویایی دارم، رویای آزادی، رویای یک رقص بیوقفه از شادی، رویای یک رقص بیوقفه از شادی. عزیزان، دنیایی که پر از غم و اندوهه، من رویایی دارم، رویای یک بیداری، رویای تسکین این همه دردهای تکراری که نمیدونیم کی تموم میشه. فقط خداوند میگه رویا دروغ نمیگه. عزیزان، به مقصد میشتابه اگرچه تأخیر به نظر میاد، اگرچه سالهای مدید منتظرشیم، فقط انجام خواهد شد. آمین. امروز به عنوان کلیسا برای سرزمینمون ایران چه وعده ای داریم؟ شاید 30-40 ساله دارم این وعده رو میشنوم و مثل حبقوق میگم کی ای خداوند، کی؟ تو ارمیا باب 49 آیه 37 میگه خداوند میگوید که کرسی خود را در ایران برپا خواهم کرد، سروران و حاکمان را نابود خواهم ساخت، اسیران ایران را باز خواهم گردانید و رویا به مقصد میشتابه و درنگ نخواهد کرد اگر چه تأخیر کنه. با صبوری منتظرش باش، با ایمان منتظرش باش. عزیزان، از خاکسترهایی که داریم میبینیم شکوفه های آزادی سر بیرون میاره، آخراشه. سرزمین ایران، سرزمین افغانستان، میخوام اعلام کنم که رویای تو، رویای آزادی تو به مقصد میشتابه. فقط دل قوی دار، فقط نترس. آمین. طلوعه صبح آزادی نزدیکه.
لحظه های آخر متاسفانه یه مقام رو ضعف میکنیم، نزدیک پیروزی پاهامون به عقب بر میگرده و چقدر نیاز داریم شکرگزاری کنیم، دعا کنیم این ابر مردان و ابر زنان با قوت جلو برن و بدن عیسی مسیح خداوند. اگه در این شرایط همه کار خواستنی اما هیچ کار نتوانستم، بعضی اینقدر درد دارن که میگن کاش تو ایران بودم با هموطنان خودم جلو جبهه نه فقط دور شعار میدادم یا حرف میزدم بلکه خونم رو برای اونا میریختم، نیست؟ این حسیه که فکر میکنم تو قلب حبقوق بود و حبقوقهای زمانه. فقط 2:4 میگه اینک بدان، داره تسلی میده که بدکاران نابود خواهند شد. در ترجمه تحت لفظیش تفسیریش میگه اینجا میگه اینک جان مرد متکبر در راست نمی باشد، نابود خواهد شد. اما همه بگین اما مرد و زن عادل به ایمان زیست میکند. عزیزان به ایمان زیست میکند. این آیه انقدر برای حیات روحانی ما حیاتی، عزیزان حیاتیه، مثل خونیه که تو بدن ما باید جریان داشته باشه برای هر ایماندار. که خداوند 4 بار در کلامش اینو اعلام کرده، تکرار کرده، هیچ وعده اینقدر تکرار نشده. در رومیان باب 1، در غلاطیان باب 3، در عبرانیان باب 10، در حبقوق 1 بار، در عهد عتیق باب 2 که مرد و زن عادل به ایمان زیست میکنه. مرد و زن عادل کیه؟ کسی که با خون عیسی مسیح خریده شده، ایمان داره، اعتماد داره عزیزان به حاکمیت خدا، به عدالت خدا، به اون حاکمیت مقتدرانه خدا که خدا خداست و کار درست در زمان درست در مکان درست به شیوه درست انجام خواهد داد. آمین. انجام خواهد داد. کی عزیزان؟ چه موقعی زمانشه مثل این موقع که اعتمادمونو ایمانمونو به خدا ابراز کنیم؟ واقعا فکر میکردم ما انسانهای ضعیف، ما انسانهای آسیب پذیر چقدر درد میکشیم. بارها این درد رو تجربه کردیم که اعتمادمون رو روی یه نفر میذاریم، یه رابطه اینقدر با ارزشه ولی طرف اصلا ارزشش رو نمیدونه، مثل اون چینی گران قیمت میندازه میشکنه، اعتماد شکسته میشه. به خصوص چقدر دردآوره بین زوجها که این به اون میگه تو به من اعتماد نداری، اون به اون میگه اعتماد نداری و غم قصه درد میاره. مثلا چقدر بیشتر پدر آسمانی که مشتاقه در این زمانها اعتماد بچه هاشو ببینه. آمین. خیلی وقت ما انسان ها واقعا منم تو اون دسته بودم که اول خیلی دلمون میخواد یه چیزایی رو درک کنیم بفهمیم بعد ایمان بیاریم، اول یه چیز دست به نقد خود رو نشون بده، یعنی یه چیزی که اولش رو بگو یه چیزی انجام بده، نیست؟ ولی خداوند میگه ایمان بیار تا جلال خدا رو ببینی. گوشی هست که بشنوه امروز خدا داره بهش چی میگه؟ عزیزان در یوحنا باب 11 مرتا این حال من و تو بود. 4 روز بود برادرش فوت کرده بود، مرده بود و وقتی عیسی سر رسید گفت ببین قربونت عیسی کاش به موقع اومده بودی، 4 روز مرده متعفنم شده، دست درد نکنه، نیست؟ ما الان داریم میبینیم جوانامون چطور دارن این گل پر پر پر، چرا نمیای؟ نه فقط مردن، 4 روزه 4 دهه است کشور ایران و افغانستان این مرده ها دارن زندگی میکنن. این زندگی عزیزان انسانهایی که پر از ترسن، پر از ترس و محرومیت از یه زندگی طبیعی. فقط عیسی مسیح به مرتا میگه ای مرتا مگه به تو نگفته بودم که ایمان بیار تا جلال خدا رو ببینی؟
آمین. کلیسای خداوند، این کسی که در خط اول جبهه هستی، ایمان بیار، اعتماد کن تا جلال خدا به این زودی آشکار بشه. مسلماً من اصلا نمیگم ما سهم خودمون رو نباید انجام بدیم در جهت مبارزه با ظلم و ستم. عزیزان، کلیسا باید و باید پیشگام باشه در مبارزاتی که دارن انجام میدن، ولی نباید ناآگاه باشه. باید بدونه، کلیسا باید بدونه جنگ ما با یک فرد نیست، با یک حکومت انسانی نیست، بلکه با اون نیروهای تاریکیه که گفتم افغانستان و ایران رو جولانگاه تاخت و تاز خودش قرار داده و خدا یه موقع از ما انسان‌ها به عنوان مجری عدالت در بخش قسمت‌ها استفاده می‌کنه. در طول تاریخ هم دیدیم از کوروش پادشاه، داریوش اول، داریوش دوم، خشایارشا چطور استفاده کرد برای اینکه مجری عدالت الهی باشه، مجری عدالت اجتماعی باشه. ولی هیچ وقت یادمون نباید بره که جنگ ما با دنیای ظلمته که این کشورها رو به تسخیر خودش درآورده و باید در نهایت عزیزان اعتمادمون رو به خدا اعلام کنیم که بدونیم خدا مسلطه. اتاق کنترل تمامی آفرینش از دست خدا و بره تخت نشینشه. باید ایمان داشته باشیم عزیزان در بطن تاریکی بصرهای فروپاشی نهفته است و داره به مقصد میشتابه، همینجور که بصرهای شرارت داره به مقصد فروپاشی انهدام میشه تا به رویای خداوند، وعده خداوند خیلی سریعتر داره به مقصد میشه تا به. آمین. این ایمانیه که کلیسا باید این روزها از خودش اعلام کنه و نشون بده. و حبقوق وقتی با خدا ملاقات میکنه چقدر با دل خدا آشنا میشه عزیزان، چقدر دلش خنک میشه، چقدر دلش خنک میشه، مخصوصا وقتی میفهمه خدا هم مثل ما انسانها از ظلم و ستم متنفره. بازم میگم از ظلم و ستم متنفره. سی اس لوئیس حرف خیلی جالبی داره، میگه مسیحیت از ما نمیخواد که از ظلم و ستم و شرارت متنفر نباشیم. مسیحیت از ما نمیخواد که نسبت به رذایلی که داره انجام میشه اونا رو مکروه ندونیم و متنفر نباشیم. مسیحیت از ما نمیخواد. مسیحیت از ما میخواد با انسانهایی که چنین اعمال شریرانه ای رو انجام میدن برای اونا دعا کنیم، احساس تأثر کنیم، تأسف کنیم و دعا کنیم که این شأن انسانی که در اونا از بین رفته دوباره به دست بیارن. آمین. خدا به نوعی از گناه متنفره ولی از گناهکار متنفر نیست. و در نهایت این نبی عدالت خواه ما در این سفر روحانی عزیزا ما رو با خودش پله به پله در اون تقلاهای روحانی بالا میبره. اینقدر زیباست، من فقط همینجوری گفتم طولانی میشه اینو خط زدم، مخصوصا ملاقاتی که بهتون پیشنهاد میکنم برین بخونین وقتی که صدای خدا رو میشنوه، خدا رو ملاقات میکنه در باب 3 آیه 16. چقدر تصویر یک پارچه و زیبایی از افرادی که خدا رو ملاقات میکنن، مثل دانیال، مثل اشعیا، یعنی کسی که خدا رو ملاقات میکنه اینجور از حیات توهی میشه، انقدر ضعفش قوتش به ضعف تبدیل میشه، انگار که یه جوری اون خرمیش به پژمردگی تبدیل میشه. چرا؟ چون خدای نامیرا وقتی با خدای انسان میرا برخورد کنه یک ترس خدا، یک ترس مقدس در او قرار میگیره عزیزان، انگار وارد یه دنیای غیر قابل درکی میشه، برای همین به زانو در میاد. برای همین این ملاقات بود عزیزان، این ملاقات حبقوق بود با خدا که تفسیرش خیلی زیباست. امیدوارم در موعظه های بعد، پیام های بعد بتونم به سمعتون برسونم. این باعث شد که حبقوق این سرود خیلی زیبا رو گفت. در باب 1 سفر روحانی اون میبینیم با تلخی و خشم شروع میشه، در باب 2 اندکی به شناخت خدا میرسه که باعث میشه
عزیزان که یه مقدار آرامش پیدا کنه، به او کمک میکنه که یکم آروم بشه، تعمق کنه به کلام خدا. و در باب 3 نه تنها اعتماد و توکلش بالا میره، بلکه اوج ملاقات او، یعنی بعد از اینکه ملاقات میشه، ثمره اوج ملاقات او پرستشی شگفت انگیز عزیزان که نشانه تسلیم بیچون و چرای حبقوقه. و اینجا میفهمیم، اینجا کاملا میفهمیم که چرا اسمش حبقوقه. هیچ جایی مثل این پرستش انگار در آغوش خدا کشیده نشده، انگار خدا او رو بغل کرده، خدا رو بغل کرده. وقتی انسان به جایی برسه که حتی سوالاش جوابی داده نشه، حتی اگه چیزایی که منتظره اصلا نشه، منتظر چیزی نباشه، خودشو به اون حاکمیت و عدالت خدا بسپره، فقط مهم براشون خدا و رابطه با او باشه. من فکر میکنم کسایی که خدا رو ملاقات میکنن عمیقاً مثل حبقوق، میتونن یه همچی پرستش های شگفت انگیزی نزد خدا بالا ببرن. گرچه انجیر شکوفه نیاورد و موها میوه در موها یافت نشود و حاصل زیتون ضایع گردد و مزرعه ها آذوقه ندهد و گله ها از آغل منقطع شود و رمه ها در طویله ها نباشند، لیکن من در خداوند شادمان خواهم بود، در خدای نجات خود وشت خواهم نمود. چرا عزیزان؟ چرا؟ چون یهوه خداست قوت من و اوست که پاهای مرا مثل پاهای آهو در مکانهای بلند خرامان خواهد ساخت. از اون مکانهای بلند سمبل مشکلات و سختی های خیلی زیاده. کسی که خدا رو در اون ملاقات بغل میکنه، در آغوش میگیره، فراتر از تمام این مشکلات میتونه خدای خودش وجد و شادی کنه و این پرستش و شادی رو به دیگران منتقل کنه که امید به وجود میاره. پیام خدا عزیزان، پیام تسلی و تشویق. مفسرین گفتن 8 سال بعد از اینکه این رویا رو حبقوق دید، بعد از اینکه ملاقاتش شد، 8 سال دیگه کلدانیان و قومش ستم کردن. هیچ کس هنوز در تاریخ نمیدونه آیا حبقوق به چشمای خودش رویا رو دید؟ آیا این وعده انجام شد؟ اما عزیزان میراثی رو حبقوق بر جا گذاشت که 3000 سال پابرجاست. 3000 سال در طول تاریخ افراد بسیاری بودن که با تعمق و تفکر در این کلام از اون ورطه ناامیدی، سقوط، لغزش روحانی به قلعه ایمان و امید صعود کردن. افراد زیادی از این کلام الهام و تسلی یافتن. افراد زیادی در وادی سایه های موت از این کلام براشون نور و چراغ بوده. و پیام خدا عزیزان امروز برای کلیسای خداوند اینه که خداوند داره دنیا رو به سمتی هدایت میکنه که در نهایت حکومت پادشاهی خدا اونجا مستقر خواهد شد. و هرگز عزیزان، هرگز به عنوان کلیسا یادمون نره که تعریف قدرت و پیروزی به برهنه ترین و آشکارترین شکل روی صلیب نمایان شد عزیزان. و الان خدا از ما شاهدانی میخواد، شاهدان امین مثل عیسی، که تا به آخر ادامه بدیم، تا به آخر، شاهدان امینی که پیام انجیل او رو رو شونه هاشون حمل میکنن، مثل مشعل در دستاشون میگیرن برای دنیایی که محتاجه قبل از هر چیز به نجات عیسی مسیح میرسونن. عزیزان پروژه نجات روی شونه های کلیسا باید در این روزها حمل بشه و به دنیا رسونده بشه. امروز پیام خدا برای تو اینه، اگه دل سردی، اگه ناامیدی به طور شخصی، اگه شک کردی، اگه بی‌اعتمادی، بذاریم عزیزان که امروز این پرستش رو نزد خدا بلند کنیم، در این پرستش خدا رو در آغوش بگیریم. باور کنی که نفسم از جای گرم بیرون نمیاد. باور کنی که بارها و بارها
این سرود زندگی منو، زندگی ایمان منو نجات داده. زمانایی بود که تقریبا 27 سال پیش بود که دولت فعلی یکی از نزدیکترین افراد زندگی منو اعدام کرد. من با 4 تا بچه قد و نیم قد عزیزان که 2 قلوهای 4 ساله داشتم شروع کردم به زندگی کردم بدون که هیچ پشتوانی مالی و خانوادگی و انسانی داشته باشم. 2 بار تمام زندگی من مصادره شد و در سخت‌ترین شرایط بودم که آویزون عیسی مسیح خداوند شدم. تو اون زمان هم دوباره از تخطی نیروهای جمهوری اسلامی دور نبودم. بارها بازجویی، بارها ترس و رعب و وحشت روی من اومد و آخرین بار به نوعی به شکلی دوباره در حساس‌ترین لحظات زندگیم بقیه اموالم به یغما برده شد. زمانهایی بود که واقعا دچار شک شده بودم آیا خدا واقعا پشتیبان بیوه زنانه و یاور یتیمانه؟ انگار وعده ها همه پوچ بود و واقعا سقوط من نزدیک شده بود، نه فقط نظر مالی، نه فقط نظر نزدیک 3 ماه به خاطر ترس ها و وحشت های شدیدی که از بازجویی ها شده بود من تو خواب مصنوعی و افسردگی و ترس های شدید بودم. یادم یه بار داشتم ایمانم رو از دست می دادم. این اولین باره که اولین ملاقاتی که به وسیله این سرود واقعا زندگی من رو نجات داد و 2 بار تقریبا من موعظه کردم در موردش از زاویه های مختلف. وقتی روح القدس کمکم کرد که در بدترین شرایط زانو بزنم و این سرود رو نزد خداوند ببرم با کلمات خودم، نیست؟ اون موقع من نمیدونستم، یه هایی ما تو کلیسای ایران سرود رو میخوندیم گرچه انجیر شکوفه نیاورد، ولی سبب قبلیش نمیدونستم اصلا چه اتفاقایی افتاده تا این سرود خونده شده. اون روز سرود خودم رو خوندم با اون قوتی که روح القدس بخشیده بود. گرچه الان شب عیده، یادم نمیاد این سرودا چجوری اومده بود و جیب من، بانگ من، همه چی خالیه، چند تا بچه های من و خود من بیمار هستیم. روز جمعه بود، هیچ وقت یادم نمیاد. گرچه صدمات زیادی از این دولت خوردم، گرچه و همینطور خداوند کلماتو میداد با عشق و نزد خداوند. عزیزان 27 ساله این سرود امین و وفادار تو زندگی من داره کار میکنه، اما من در خداوند شادمان خواهم بود، در نجات خدای نجات خود وشت خواهم کرد، زیرا خداوند یهوه قوت من است و پاهای مرا مثل پاهای آهو ساخته و مرا به مکانهای بلندم خرامان ساخته. عزیزان از اون سال 6-7 ساله که داره میگذره و همینجور مشکلات عدیده خیلی شدیدتری اومده، ولی خدا وفادار پاهای من رو مثل آهو روی مکانهای بلند حرکت داده. او امین و وفاداره و امروز میتونه عزیزان پاهای کسایی که در ایران دارن میجنگن و امیدشون رو از دست دادن پاهاشون رو قوی و خرامان کنه روی تمام مشکلات. امروز میتونه پاهای کلیسا رو قوی کنه روی تمام ناامیدی ها و بیعتمادی ها نسبت به خداوند تا سرود حبقوق رو برای خداوند بخونیم. از اون چون او شایسته است، چون او لایقه، بدون این که هیچ چی دریافت کنیم یا ابدیت ما تو جهنم بودیم، از اون چه طلبی از خدا داریم به جز این که او رو شکرگزاری کنیم با تمام قلب و روح و جانمون، نه فقط حبقوق، نه فقط حبقوق ها، نه فقط نسرین ها، بلکه داوود ها هم این تجربه ها رو کردن و
مزمور 5 الان یادم اومد، میگه وای دروغگوهان، هیله‌گران، دشمنان، چی کار دارن بر من میکنن؟ دارو ندارم از من گرفتن، ولی من به خانه خداوند میرم، ولی من روم هم مشکلات بر میگردونم، به سوی معبد خداوند حرکت میکنم و اونجا خدای خودم رو میپرستم، خدای خودم رو ستایش میکنم. عزیزان میخوایی سر پا بیستیم و خدا رو شکرگزاری کنیم، هللویا بگیم با تمام سلولای بدنمون، میخوایم باران سازها باشیم، با شکرگزاریمون باران رحمت خدا رو روی کلیسا مثل الیا بیاریم، روی ایران، روی افغانستان. عزیزان خدا امینه و ما رو حفظ میکنه و رویا و وعده او به مقصد میشتابه، اگرچه درنگ کنه براش منتظر باش، تأخیر نمیکنه بلکه انجام خواهد شد. آمین. ما هم دیگه این سرود رو میخونیم، شاید بعضیاتون بلد نباشین، ولی مهم اون روحیه که خداوند میخواد به نزد او با شکرگزاری بالا ببره. نمیدونم الان چه وضعیتی هستی، بگو گرچه پاس من نیومده، گرچه هیچ خونی ندارم، گرچه ایران من، افغانستان من هنوز زیر چکمه‌های ظلم داره ناله میکنه، گرچه اموال ایران و ایرانی داره به غارت میره، اموالهای ملی، اموالهای شخصی، اما ما امروز به عنوان کلیسا میخوایم هللوهای خودمون رو به سمت خدا بلند کنیم.